با نام و یاد خدا، خبری خوب به بارسلونا، بازگشت عثمان دمبله. در همین حال دروازه‌بان منچستر یونایتد از مرگ گریخته است. در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه‌ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما را سابسکرایب کنید. عثمان دمبله ستاره جوان بارسلونا تمرینات خود برای بازگشت به میادین را آغاز کرده است. تا این دو سال و نیم حضور در ترکیب بارسلونا، عثمان دمبله مقاطع زیادی از فصول اخیر را به علت مصدومیت از دست داده و بسیاری سرمایه گذاری هنگفت بارسلونا روی این ستاره جوان فرانسوی را اشتباه ارزیابی کردند. عثمان دمبله در اواخر نیم فصل اول و در دیدار لیگ قهرمانان مقابل دورتموند آسیب دید و حالا در حال مهیا شدن برای بازگشت به ترکیب تیمش می باشد. عثمان دمبله برای معالجه راهی قطر شد و حالا بعد از سپری کردن دوره اولویه درمان برای پیگیری این روند به بارسلونا بازگشته است. البته دمبله هنوز قادر به حضور در تمرینات تیمی بارسلونا نیست، اما تصاویر اخیر باعث ایجاد دلگرمی برای کادر فنی بارسلونا در مسیر بازگشت این بازیکن در هفته‌های آتی به میادین بازی شده است. با توجه به مصدومیت لوئیس سوارز، حالا بارسلونا در خط حمله گزینه‌های چندانی در اختیار ندارد و حضور دوباره عثمان دمبله می‌تواند دست کیکستن را در آرایش تیمش بازتر کند. اگر عثمان دمبله در ماه‌های آتی بتواند از فرصت‌های احتمالی به دست آمده در ترکیب بارسلونا بهره مناسب ببرد، احتمالاً جدایی این وینگر گران‌قیمت و فرانسوی در تابستان پیشرو کم نخواهد شد. در همین حال سرخیو رومرو دروازه‌بان آرژانتینی منچستر یونایتد از یک حادثه شدید و مرگبار جان سالم به در برده است. به نظر می رسد که دروازه‌بان دوم منچستر یونایتد یعنی سرخیو رومروی آرژانتینی از مرگ فرار کرده است. او که بالان برگنی خود که قیمت آن به مبلغ 170 هزار پوند است به سمت کارد ریل های واقع در اتوبان منحرف شده، اما به نظر می رسد که به شکل معجزه آمیز از مرگ فرار کرده است. این حادثه در نزدیکی جاده کارینگتون اسپور به وقوع پیوسته است، جاده‌ای که فاصله نزدیکی با محل تمرین یونایتد در شهر منچستر دارد. اما حالا تصاویر مربوط به تصادف دروازه‌بان منچستر یونایتد در حالی دست به دست می شود که اوضاعی ماشین او و خودش کاملا متفاوت است. تصاویر منتشر شده نشان می دهد که برای رومرو در جریان این تصادف هیچ اتفاق رخ نداده و او به نوع جان سالم به در برده است. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.